سه ماه درگیر تولید ماسک هستیم، 6 ماه اقدام به آوردن این خط تولید از کشور چین هست بودیم و 3 ماه درگیر کارهای ترخیص و نصب دستگاه بودیم. این دستگاه شامل یه بدن زن و 2 کیسنه که روزانه بالغ بر 100 تا 120 هزار تا تولید روزانه این دستگاه می باشه. ما این فعالیت ها الان نزدیک به 3 تا 4 ماه را اندازی کردیم داریم توی این حوزه کار میکنیم. کار اصلی ما که در زمینه تولید میکنیم در زمینه یه خود پارچه های اسپانبانده که یه خط تولیدیه و بالغ بر ظرفیت 6 هزار تن در سال ما وارد کردیم و در حال نصب و در اسفند ماه به بهره برداری میرسه به همراه یک خط کاغذ از کربنات کلسیوم که ما از مصرف، یعنی از تولید خودمون مصرف میکنیم برای تولید ماسک. ما پیشبینیمون بین 120 تا 150 هزار تاست که الان ما نسبتاً رو ظرفیت نهایی رسیدیم. ماسکای تولیدی و ما بین داروخانه ها و بیشتر ارگان های دولتی داریم عرضه میکنیم، شرکت های خصوصی داریم بیشتر عرضه میشه. اینکه الان یه بحث بزرگی که موزله در حال حاضر برای تولید کننده ها به خاطر قیمت تمام شده یه بالای یه ماسک و پایین اومدن قیمت، ما حالا یه خواهش این مسئولین محترمی که داریم صادرات این کالا باز بشه که دوستانی که درگیر فروش و بازاریابی در این حوزه هستن که تو این بحبوحه کرونا اومدن یه سرمایه گذاری کردن، یه شغل را اندازی کردن، ایجاد اشتغال کردن، حداقل بتونن کالای خودشونو به خارج از کشور صادر کنن. چون ما در خود داخل به صورت غنی شدیم دیگه و نیاز به خرید و واردات نداریم، حداقل بتونیم مازادمون رو صادر کنیم دیگه. استان قم از جمله استان‌های پیشرو در زمینه تولید ماسک در کشور است. الحمدلله از وقتی که بیماری کرونا در شیوع پیدا کرد، خب خیلی از تولید کنندگان با اینکه مسیر تولیدشون در محصولات دیگه بود، این همت رو کردند در کنار تلاش و حمایت مسئولین استانی فرایند تولید ماسک رو در استان شروع کردن. تقریبا 1 سال گذشته ما 15 واحد صنعتی در استان راه اندازی شده، چیزی به قریبه به 22 واحد صنفی هم با همت اصناف و بسیج و مردم فعال شده. مجموعا ظرفیت اسمی روزانه تولید ماسک سلایه که بیشتر مد نظر وزارت بهداشت و مردم هست در استان چیزی نزدیک به چیز بیش از 2,700,000 عدد ماسک قابلیت تولید در استان وجود داره. نزدیک به 10 میلیون عدد ماسک رو به عنوان دپوی محصولات این واحدها برآورد کرد طبق آماری که به ما دادن. خدمتتون عرض کنم به هر حال این الان با توجه به مصرف، کمتر مصرف شدن ماسک یا از طرفی افزایش تولید کنندگان در سطح خدمت شما کنم کشور، به هر حال بازار این تولید کنندگان با کاهش پیدا کرده و به خاطر همین مسئله وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی این تولید کنندگان اقداماتی رو شروع کرد. ما از استانها مکاتبات متعددی رو با وزارت خونه داشتیم. به هر حال در سازمان توسعه تجارت این قضیه مسبب شد و پیشنهاد شد به عنوان اینکه فضا برای صادرات ماسک هم باز بشه. این پیشنهاد اکنون به وزارت بهداشت اعلام شده و دوستان ما در سازمان تجارت هم پیگیر این قضیه هستن که انشالله با تایید در وزارت بهداشت آزاد بشه صادرات ماسک و این تولید کنندگان بتوانن انشالله فرامرزی هم بحث کرونا رو پیشگیری بکنن و کمک بکنن به جوامع بین المللی برای غلبه بر این بیماری.
توی برهی که کرونا وارد کشور شد تونستیم به روزانه تقریبا 1500 دست کابرال که لباس محافظتی کادر درمانی تولید بکنیم و تقریبا یه دو ماهی هم است که تو زمینه تولید ماسک فعالیت داریم میکنیم. تقریبا با دو شیفت کاری 50,000 عدد تولید ماسک داره. امکان صادرات هم داشتید یا نه؟ متاسفانه نه، چون مجوزاشو بعد اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت سمت بدن که تا الان بنا به دلایلی و سیاستایی که داشتن اینو ندادن.